درود بر هم می هنانم در جای جای این کره خاکی به آوای ایران خوش آمدید امشب با موضوعاتی بسیار مهم در ارتباط با اتفاقات روز در خدمت شما عزیزان هستیم پرونده سازی حکومت برای مولوی عبدالحمید زاهدان آماده قیام می شود آبروریزی جمهوری اسلامی در سیاست خارجی تحقیر نمایندگان نظام در تهران دعوت می کنیم بدون معطلی بیننده مشروع این اخبار باشید مردم شریف ایران نوید افکاری ارواندسازی حکومت برای مولوی عبدالحمید زاهدان آماده قیام می شود. دقایقی پیش خبرگزاری وابسته به سپاه و دولت در اقدامی هماهنگ شده شروع به پخش اخباری مبنی بر تشکیل پرونده قضایی برای مولوی عبدالحمید کردند در همین ارتباط تصنیم با اشاره تلویحی به مولوی عبدالحمید نوشته است یک مولوی برای سفر حج از فیش جلی استفاده کرده است خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسداران با اشاره تلویحی به مولوی عبدالحمید و ضمن حمله دوباره به او نوشت که یک مولوی شرق کشور برای عظیمت به سفر حج از سند محضری ساختگی و فیش جلی استفاده کرده و تحقیقات در این مورد آغاز شده که احتمالا به تشکیل پرونده قضایی منجر شود یک منبع مطلع با اعلام این خبر به خبرنگار تسنیم گفت مولوی فوق اشاره که اخیرا بسیار از حقوق و قانون سخن میگوید و به بهانه حمایت از حقوق بشر به وادی دفاع از فرقه صهیونیستی بهاییت که شیده شده در اقدامی عجیب قصد داشته با استفاده از سند تقلبی و فیش جلی آزم سفر حج شود این منبع مطلع اضافه کرده که تحقیقات در این مورد آغاز شده و احتمالا به تشکیل پرونده قضایی منجر شود دادستانی زاهدان بر علیه مولوی به بهانه واهی پرونده تشکیل داده این اقدام با دستور مستقیم خامنه ای صورت گرفته که خواستار بی آبرو کردن مولوی بوده اطلاعات سپاه در طی هشت ماه بارها تلاش کرد تا مولوی را مرعوب و دستگیر کند که با حضور مردم بلوچ موفق به این کار نشد بعد از انتشار این اخبار در مورد احتمال دستگیری مولوی جوانان مبارز بلوچ با انتشار اطلاعیه به نظام هشدار دادند که در صورت تعرض و نزدیک شدن به خانه مولوی شهر را بر سر سپاهیان خراب می کنند گویا جمهوری اسلامی که در خاموش کردن صدای زاهدان و مولوی عبدالحمید عاجز بوده است حالا قصد دارد با پرونده سازی و اتهامات بی اساس به او او را بازداشت کند در هفته گذشته پایگاه اطلاع رسانی مولوی عبدالحمید اعلام کرد که برخی از مسئولان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با سفر حج او مخالفت کرده وبسایت امام جمعه اهل سنت زاهدان نوشته که مولوی عبدالحمید به علت ممانعت حاکمیت نمیتواند امسال به سفر حج برود تا اکنون مقامات جمهوری اسلامی به صورت رسمی در مورد منع سفر این روحانی به عربستان سعودی اظهار نظری نکردند. مولوی عبدالحمید روحانی با نفوذ اهل سنت زاهدان ایران است این روحانی در ماه های اخیر در خطبه های نماز جمعه خود به صورت بی سابقه از سیاست های جمهوری اسلامی به ویژه از سرکوب اعتراضات توسط نیروهای امنیتی انتقاد کرد مولوی عبدالحمید همچنین بارها از سیاست های طالبان در قبال آموزش دختران هم انتقاد کرده است او در سخنرانی این هفته خود بار دیگر به شدت از سیاست‌های رژیم انتقاد کرد و به حکومت جمهوری اسلامی هشدار داد که نمیتواند فریاد زنان ایران را خاموش کند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنان روز 26 خرداد خود گفت ناله امروز زنان به خاطر جایگاه و حرمت و کرامتی است که از دست دادهاند تا زمانی که به جایگاهشان نرسند نمی توانید فریاد آنها را خاموش کنید مولوی عبدالحمید با اشاره به حقوق زنان فشار حکومت روی هجاب زنان را بهانه دانسته و گفت اصل رعایت حرمت کرامت و حقوق زنان است و اگر حکومت حقوق و جایگاه زنان را حل کند بقیه مسائل هم حل می شود. امام جمعه اهل سنت زاهدان در اد... دمه با اظهار اینکه مشغول شدن به معلول تا زمانی که علت برطرف نشود هیچ فایده ای ندارد گفت مگر اینکه زنان را از زندان آزاد کنید زندانی های سیاسی را آزاد کنید و به زنان بها بدهید زنها ها مینالند که جایگاهشون ندارند او حرمت زنان او کرامت زنان بها دادن به زنان توجه کردن به زنان او توجهی که باید باشه توجه نیست و روی این این ناله در زنان موجوده شما میخواهید ناله زنان خاموش بشه تا زمانی که این زن به جایگاهش نرسه منو شما نمیتوانیم صدا این خاموش کنه مشغول شدن به معلول و تا زمانی که علت برطرف نشه هیچ فایده نداره و نتیجه نمیگیریم با این مقابل و, و مبارزه مگر اینکه زنان از زندان آزاد کنید زندانی سیاسی را آزاد کنید و به زنان بها بدی به زنان حرمت بدی او با اشاره به این که امروز برخی احساس می کنند زن برای آن است که بچه ها را نگهداری کند یا آشپزخانه را اداره کند گفت جایگاه زنان خیلی از این بالاتر است مولوی عبدالحمی در بخش دیگری از سخنان خود از آزار بهاییان ایران انتقاد کرد او گفت مورد دیگری که من را عذاب می دهد در مورد قبرستان بهایی ها و تدفین آنهاست آنها شکایت دارند که جنازه های ما را تحویل نمی دهند یا نمیگذارند در قبرستان خودمان آنها را دفن کنیم. اینها بشر و انسان و شهروند ایران هستند و نباید حق شهروندی آنها زیر پا گذاشته شود. امام جمعه اهل سنت زاهدان از مقامات حکومت خواست جلوی تندروهایی که جنازه بهاییان را تحویل خانواده ها نمیدهند را بگیرند. مولوی عبدالحمید با اشاره به دفاع خود از حقوق شهروندان بهایی گفت بهایی ها اگرچه مسلمان هستند اما شهروند و بشرند و نباید قبرستان آنها تخریب شود یا جنازه هایشان را دولت تحویل خانواده هایشان ندهد و مخفیانه در جای دیگری دفن کند. مولوی عبدالحمید همچنین به برخورد مأموران امنیتی با شرکت کننده ها در مراسم ختم معترضان کشته شده اشاره کرد و گفت اظهار همدردی با کسانی که عزیزانشان را از دست داده اند وظیفه مردم است او تاکید کرد همه شهروندان ایرانی باید بتوانند مراسم مذهبی قومی و رسوم خود را انجام دهند و نباید برای کسانی که سوگوار و عزا دارند مزاحمتی ایجاد شود امام جمعه اهل سنت زاهدان در شرایطی امروز نیز در سخنان خود به انتقاد از حکومت پرداخت که گزارش خیلی منتشر شده از سیستان و بلوچستان از اختلال شدید اینترنت در زاهدان استقرار جو شدید امنیتی و پرواز هلیکوپترها بر فراز این شهر ریکو دارند آبروریزی جمهوری اسلامی در سیاست خارجی تحقیر نمایندگان نظام در تهران سفر فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان به تهران برای مقامات جمهوری اسلامی جذاب بود زیرا بعد از 17 سال یک مقام عالی رتبه سعودی به ایران رفت او علاوه بر دیدار با حسین امیر وزیر خارجه دولت 13 هم با سید ابراهیم رئیسی نیز دیدار کرد برخی منابع مدعی شده اند وزیر خارجه عربستان حامل پیام مهم ملک سلیمان پادشاه عربستان است بعضی مقامات حکومتی و رسانه های داخلی تفسیرشان این است که ریاض تصمیم گرفته از آمریکا و اسرائیل فاصله بگیرد اما در شرایطی که صحبت از آغاز فصل نوبین تهران و ریاض به همگرایی با چاشنی نفت و اقتصاد بوده است وزیر خارجه عربستان مقامات جمهوری اسلامی را در کنفرانس خبری مشترک با حسین امیر عبداللهیان نقره داغ کرد او حاضر نشد پشت به دیواری بیستد که روی آن قاب عکس قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس که در دیماه 98 در حمله پهپادی آمریکا کشته شد نصب بود. فیصل بن فرهان سالن را ترک کرد هرچند خبرگزاری تسنیم نوشته که او به خاطر توییت یک خبرنگار اصلاح طلب ناراحت شده و فارس گزارش داد که مشکل فنی بود اما این واقعیت آشکار را نمی شود لاپوشانی کرد. سلام دوستان عزیز از امور خارجی صحبت میکنم با شما من, من فکر میکنم و شایعاتی که اینجا هست مبنی که به خاطر عکس حاضر که سلیمانی که بالای پرچم عربستان سعودی بود به حال مکان این مصاحبه تغییر کرد و به جای دیگه کاری که فیصل بن رحمان کرد نهایت تحقیر جمهوری اسلامی است اما مسلحت نظام حکم می کند که آن را توجیه کرده و به روی خود نیاورد وبسایت رویداد 24 گزارش داده که ظاهرا ماجرا بر سر قاب عکس سلیمانی در محل نشست خبری بود که طرف عربستانی مخالف آن بود و در لحظه آخر عکس برداشته نشد و اتاق نشست خبری تغییر کرد تا مذاکرات بدون دردسر پیش برود احتمالا اگر چنین اتفاقی در دولتی دیگر رخ داده بود تا کنون ده بار حکم اعدام وزیر خارجه توسط نیروهای ارزشی صادر شده بود و فریاد وا اسلاما هنوز تمام نشده بود اما این بار دولت خودی بود و اگر عکس سردار از ساختمان وزارتخانه هم خارج میشد مشکلی وجود نداشت برخی تحلیلگران معتقدند نزدیکی عربستان سعودی به جمهوری اسلامی در مقطعه ایجاد فضای صلح از ترس اقدامات رژیم ایران در پی فشارهای بین الملن. مسلحت حکم کرده که جمهوری اسلامی در توهم روابط عادی با عربستان باشد تا هزینه ها بیش از این بالاتر نرود. درست مثل بازیکنان دو تیم فوتبال که در دیدار نهایی دقایق وقت اضافی را کشدار و مریض پاسکاری می کنند و وقت کشی می کنند تا سرنوشت در ضربات پنالتی مشخص شود. هنری روم کارشناس ارشد مؤسسه واشنگتن به آلمانیتور گفت در کوتاه مدت تحریم های ایالات متحده و اقتصاد ضعیف ایران مانع بزرگی برای رشد روابط تهران و ریاض است اما در دراز مدت عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس ممکن است تمایل بیشتری به آزمایش محدودیت های آمریکا داشته باشند همانطور که امارات با صادرات نفت ایران انجام داده است اینطوری به نظر می رسد آنها آرامش را از تهران می خرند. سنم وکیل مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا به آلمانی تور می گوید این اقدام بیشتر به روابط عمومی مربوط می شود تا نتیجه ریاض هویج سرمایه گذاری در ایران را آویزان می کند زیرا به خوبی می داند که تحریمها مانع از هر گونه تلاش جدی در این باره می شود از آنجا که ریاض فرض می کند ایران مفاد توافق را زیر پا می گذارد به دنبال نشان دادن نیت خوب به چین و فراتر از آن است در سطوح امنیتی و آکادمیک ایران میدانند عادیسازی روابط عربستان و اسرائیل تا چه اندازه برای آمریکا مهم است و چه پیامدهایی بر امنیت جمهوری اسلامی دارد و تا چه اندازه به ضرر محور مقاومت است سرداران سپاه پاسداران و مقامات سیاسی رژیم بارها گفتند عربستان برای سرنگونی جمهوری اسلامی توطعه می کند اما کم نیستند مفسران و تحلیلگرانی که اتفاقا برعکس معتقدند سعودی ها هیچ علاقه ای به سرنگونی جمهوری اسلامی ندارند. محمد طلال روزنامه نگار سرشناس عرب بهمن 1401 در توجیه اینکه چرا ریاض از سرنگونی جمهوری اسلامی میترسد در فارن پالیسی می نویسد اگر اعتراضات مردم در ایران موفقیت آمیز باشد و منجر به سقوط جمهوری اسلامی شود می تواند پیامت های منطقی مشابه بهار عربی در برخی کشورهای عربی به ویژه حوزه خلیج فارس داشته باشد این مسئله برای عربستان بسیار مهم است اعتراضات جنبش سبز ایران در سال 2009 به عنوان مقدمه ای برای بهار عربی دو سال بعد عمل کرد در آن زمان کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی سخت برای سرکوب اعتراضات در کشورهایشان تلاش کردند امروز اعتراضات جاری ایران می تواند به طور مشابه زنان در سراسر سر عربستان سعودی و اقلیت های شیعه نشین شرق را به اعتراض برانگیزد. همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری از آوای ایران رسیدیم فراموش نکنید دیدگاهتون رو در ارتباط با مسائل و اتفاقات روز با ما به اشتراک بگذارید همچنین با لایک کردن این ویدیو یاری رسانه تیم خبری ما باشید شب بر همگی خوش پاینده ایران